سلام میکنم به همه دوستای خوبم خوش اومدید به این جلسه از کلاس درس که میخوایم شروع کنیم با هم صحبت کردن راجع حرکت شناسی رو و من سعی میکنم که این ویدیوهای این بخش از فیزیک نه مثل الکتریست ساکن کمی آزمایش و واقعیت هم بیشتر باهاشون سر و کله بزنیم البته نه در این ویدیو خاص حالا در آینده نزدیک حرکت شناسی پدیده که خب از اسمش مشخصه که ما با حرکت سر و کار داریم یعنی میخوایم تحلیل بکنیم مثلا سرعت رو جابجایی رو شتاب رو و این جور چیزها رو و کاری نداریم که اصل پدیده ای که پدید آورده اون شتاب رو مثلا چی هست یعنی اون نیرویی که داره پدید میاره مثلا حرکت یک ماشین رو با اون در فصل حرکت شناسی کاری نداریم اون مربوط میشه به فصل بعد فصل بعد در حقیقت که مکانیک نیوتونی رو شروع بکنیم و حرکت شناسی صرفا میخواد حرکت به ماه و حرکت رو یه جوری فلسفی شد تحلیل بکنه و برای ساده کردن کار من میخوام شروع بکنم با حرکت شناسی در یک بود یعنی صرفا میخوام روی یک خط راست حرکت بکنم و این خط راست هم یک همچین چیزی هست یعنی محور ایکس های من هست که جهت قراردادی محور ایکس ها هم خب همیشه به سمت راست هست و این حرکت به سمت در یک بود رو من خیلی جاده که همیشه در ایران زیاد رفت و آمد داشتیم تو جاده ای بود که تقریبا این شکلی بود حالا یه خورده جهت دیگه ای هم داشت ولی از اون صرف نظر میکنیم جاده بود که از تهران میرفت به مشهد و یک اتومبیل میتونه تو این جاده قرار داشته باشه و در یک بود حرکت بکنه و بره به این سمت یا در جهت عکس از مشهد بره به سمت تهران این میشه حرکت در یک بود یعنی حرکتی که صرفا روی محور ایکس ها هست خب حالا در این بین شهرهای زیادی هم بود دیگه ایوانکی، گرمسار، سمنان، دامغان، سبزوار، نیشابور، شاهرود هم این وسط بود و مشهد حالا فرض بکنید <تصفح> که من به شما بگم مثلا این ماشین من در این نقطه یعنی من مثلا در دامغان قرار داره خب و به شما بگم که فاصله تهران تا دامغان مثلا هست 330 کیلومتر خب در این صورت شما میتونید اول از همه به من بگید که اگر این ماشین از تهران رفته باشه به دامغان مسافت طی شده توسط این ماشین هست 330 کیلومتر و از طرف دیگه اگر شما تهران رو مبدع مختصات خودتون قرار بدید یعنی بگید تهران نقطه صفر من هست چون من اهل مثلا تهران هستم یا حالا اهل هر جایی هستید اونجا رو مبدع قرار بدین در این صورت میتونید یک همچین برداری رسم بکنید از تهران به سمت دامغان و اسم این بردار رو بذارید بردار مکان جسم یا ماشینتون که این برداریه که مکان جسم رو در هر لحظه نشون میده خب یک بردار با چی تعریف میشد یک بردار با اندازه تعریف میشد و جهت من الان اندازه این بردار رو میدونم چقدر دیگه هست 330 کیلومتر جهتش چقدر در چه راستایی جهتش به سمت راست هست و من در مجموع این بردار رو که اسمش رو میذارم R این ستا یعنی اسم گذاری اسمش رو میذارم R میتونم بگم که مساوی هست با 330 بردار یکه محور X ها این آی رو اگر قبلا ندیدید هیچ چیز خاصی نیست صرفا یک بردار یکه که من تعریف میکنم که طولش یک هست جهتش در محور X ها اسمش رو میذارم آی پس آی برداری هست با طول یک در جهت محور x ها و در نتیجه اگر من 330 کیلومتر در حقیقت 330 واحد اومده باشم به سمت راست در جهت محور x ها 330 تا i اومدم به سمت راست یعنی 330 برابر i آی این بردار من طول داره و جهتش هم که هم جهت با i هست پس یک بار دیگه برای اینکه گیج نشید من بگم وقتی که من میگم یک بردار جابجایی برابر هست با x i آی منظورم این هست که اندازه این بردار برابر با x و جهتش در راستای بردار یک آی هست بنابراین وقتی من مثلا بگم منفی x آی یعنی باز هم اندازش برابر x جهتش در راستای منفی آی هست یعنی در جهت عکس محور x ها حرکت کرده پس این هم میشه مفهوم آی حالا این ماشین من که داره از تهران مسافرت میکنه و میخواد بره به سمت مشهد در طول مسیرش میتونه با سرعتهای متفاوتی حرکت بکنه خب پس سرعت میتونه تغییر بکنه تغییر سرعت من میتونم داشته باشم من میتونم مثلا توقف اصلا داشته باشم یعنی وایستم استراحت بکنم در طول سفر و, و کلی اتفاق دیگه در این مسیر میتونه بیفته چیزی که برای من به عنوان یک فیزیکدان در تحلیل این حرکت این ماشین مهم هست اینه که در هر زمان پس چیزی که من میخوام بدونم اینه که در هر زمان مکان جسم یا در حقیقت بردار مکان جسم چیست خب پس چیزی که برای من مهم هست اینه که من بتونم در هر لحظه از زمان بگم که مثلا اگر این نقطه مثلا در نمیدونم مثلا در زمان مثلا چهار ساعت این جسم در مکان مثلا 440 کیلومتری تهران مثلا یک همچین جایی قرار داره خب یعنی اینه که برای من اهمیت داره به عنوان یک فیزیکتان برای تحلیل حرکت این ماشین برای راحت کردن کار خودم من میام از ریاضیات استفاده میکنم در تحلیل این پدیده برای اینکه ببینم در زم... هر زمان مکان یا بردار مکان جسم من چیه و میام میگم که من مکان جسمم رو میخوام به صورت تابعی از زمان نشون بدم یعنی مکان جسم من یک تابعی هست از زمان حالا مثلا اگر من بدونم که در مثلا تی مساوی با دو ایکس جسم من دو یعنی مثلا دو ساعت حالا واحدش رو خودتون میتونید تعریف کنید معمولا ثانیه میذارن در فیزیک در تی مساوی با دو ایکس جسم من مثلا هست 150 من نتیجه میگیرم که در تی مساوی با دو بردار مکان جسم من هست 150 آی قبوله؟ یعنی 150 کیلومتر در راستای آی حرکت کردم یا مثلا در تی مساوی با مثلا 110 یعنی 110 ساعت بعد که من دارم مثلا از مشهد مثلا بر میگردم ممکنه ایکس من مثلا باشه صد و مثلا بیست یعنی من اومده باشم اینجا یعنی رفته باشم مشهد و برگشته باشم بنابراین این تابع هیچ محدودیتی روش وجود نداره و صرفا داره به من میگه که در هر لحظه از زمان مکان جسم من کجاست و من اسم این رو میذارم معادله حرکت جسم خب حالا فرض بکنید که من میخوام معادله حرکت این جسمم رو که داره از این در حقیقت ماشینم رو که داره از تهران حرکت میکنه میره به سمت مشهد رو میخوام رسم کنم یک خوبی این معادله حرکت جسم رو داشتن اینه که میتونید اون رو رسم کنید و دقیقا در یک نمودار ببینید که یک جسم در هر لحظه کجا قرار داره پس فرض بکنید که این محورهای مختصات من هست این ایکس هست این تی هست این هم مثلا مشهده خب این ایکس یعنی زیاد شده این مبده که تهرانه و مثلا این هم شهرهای مختلفی هست که توی راه قرار داره دیگه مثلا گرمسار دامغان سمنان دامغان شاهرود سبزوار و مثلا مشهد حالا چند تا هم جا گذاشتیم و مثلا یک معادله حرکت برای این جس میتونه یک همچین چیزی باشه مثلا این هم باشه یک ساعت دو ساعت سه ساعت چهار پنج شیش هفت هشت و نه حتی خب یه خورده کمه مشهد راهش طولانی تر هست اگه بخوایم استراحت هم بکنیم در راه ولی خب مثلا یک معادله حرکت میتونه این باشه که شما مثلا اول اینجوری حرکت میکنید بعد از دو ساعت میرسید به گرمسار بعد مثلا یه خورده سرعتتون رو زیاد میکنید یک ساعته میرسید مثلا به سمنان بعدش استراحت میکنید در یک پارک یعنی اینجا ببینید جا به در این فاصله صفر هست اما یک ساعت گذشته یعنی شما یک ساعت استراحت کردید بعدش میتونید یک حرکت مثلا عجیب و غریبی داشته باشید یک مدتی مثلا اینجوری بیایید مثلا به این نقطه یعنی دائم سرعتتون در حال عوض شدن هست حالا من در مورد مفهوم سرعت به زودی صحبت خواهیم کرد و بعد هم در نهایت از این نقطه مثلا با سرعت ثابت یا با در روی یک خط راست حرکت بکنید و برید برسید به مشهد این الان میگم در مورد سرعت سعی نکنید خودتون رو کنید در ویدیو بعد کامل صحبت خواهیم کرد این الان معادله حرکت ماشین من هست از مسیر خودش از تهران به مشهد که من دقیقا الان میدونم در هر لحظه از زمان شما از من بپرسید من میتونم بگم این ماشین کجا بوده مثلا در ساعت پنج و نیم یعنی پنج و نیم ساعت بعد از حرکت من میتونم بیام یک خط موازی این محور رسم کنم و بعد اینو وصل کنم به اینجا و بگم مثلا یه ذره جلوتر از مثلا شاهرود بوده یعنی در فاصله مثلا 500 کیلومتریه تهران بوده در ساعت و پنج و نیم ساعت بعد از حرکت یعنی من دقیقا میتونم به کمک معادله حرکت که یک تابعی از زمان هست دقیقا بگم در هر زمان جسم من در کجا قرار داره خب پس فعلا برای امروز و این ویدیو کافیه در ویدیوهای بعد با مفهوم بسیار مهم و اساسی سرعت آشنا خواهیم شد فعلا خدافظ